سلام امسال ممکنه شاهد یک پدیده نجومی منحصر به فرد باشیم که احتمالا فقط یک بار در طول عمر هر شخصی اتفاق میفته و با چشم غیر مسلح حتی توی نور شهر هم ممکنه قابل رویت باشه و اون هم انفجار یک ای که تقریبا هر 80 سال یک بار اتفاق میفته تو این ویدیو میخوام در مورد این پدیده صحبت بکنم که اصولا چیه و دقیقا انتظار چه چیزی رو باید داشته باشیم و کی احتمال وقوعش هست. توی یکی دوتا ویدیوی قبلی در مورد سیر تکامل ستاره ها و اینکه در پایان عمر ستاره چه اتفاقی میفته صحبت کردم یکیشون در مورد ابتل جوزا بود که حدس میزنن بین چند سال آینده تا چند هزار سال آینده ممکنه منفجر بشه و به ابرنواختر تبدیل بشه و یه ویدیو هم در مورد رصد جینز وب بود که اونجا در مورد انواع ابرنواخترها و این نوع انفجارشون صحبت کردم ولی این پدیده که قرار اتفاق بیفته با اون ابر نواختارینا خیلی فرق داره بخوام اینجا یه اشاره کوتاهی بکنم ببینید ستاره ها در اثر تراکم یک توده گاز و گرد و غبار به وجود میان که اونقدر اینها متراکم میشن که در مرکز اونها واکنش هسته‌ای تبدیل هیدروژن به هلیوم آغاز میشه و ستاره در واقع متولد میشه و این روند واکنش هسته‌ای بسته به مقدار جرم اون ستاره مدت زمان متفاوتی میتونه ادامه پیدا بکنه برای ستاره خیلی پرجرم این واکنش ماشین خیلی سریع اتفاق میفته برای همین اون مواد داخل هسته که می‌تونن با واکنش هسته ای تبدیل به یک عنصر سنگی تر بشن خیلی زود تموم میشه و عمر ستاره پایان میپذیره و در نهایت تبدیل به یک ابر میشه که می‌تونه به یک ستاره نوترونی یا سیاه‌چاله تبدیل بشه که قبلا مفصل توضیح دادم ولی برای ستاره‌های های کم جرمتر مثل خورشید تا حد اکثر 8 برابر جرم خورشید این واکنش خیلی کنتر اتفاق میفته و بنابراین مثلا برای خورشید 10 میلیارد سال طول میکشه تا اون سوخت هستش تموم بشه و برای بعضی از ستاره های کم جرم تر از خورشید میتونه تا چند صد میلیارد سال طول بکشه تا واکنش هسته هستشون متوقف بشه پایان عمر این نو ستاره خیلی دراماتیک و با انفجار و اینها نیست. در اواخر عمرشون که واکنش هسته‌ای تبدیل هلیوم به کربن داره اتفاق میفته توی هسته به خاطر شدت انرژی زیادی که این واکنش ایجاد میکنه ستاره منبسط میشه و تبدیل به یک قول قرمز میشه. بعد که همه هسته تبدیل به کربن شد تقریبا این واکنش متوقف میشه و اون لایه های بیرونی این ستاره آروم آروم توی فضا پخش میشن چون دیگه در چنگ جاذبه اون هسته نیستن و اون وسط یک توده که بیشترش کربانه باقی میمونه و چون جرم ستاره اونقدر زیاد نیست که بتونه واکنش هسته تبدیل کربن به عناصر سنگینتر رو ایجاد بکنه بنابراین دیگه واکنش هسته متوقف میشه و رسما دیگه ستاره مرده است به این توده کربن فشرده کوتوله سفید میگن برای ستاره‌های تک و تنها مثل خورشید ما این کوتوله سفید و این توده کربن میتونن تا ده ها تریلیون سال یا طبق بعضی از محاسبات صدها هزار تریلیون سال همینجوری نور از خودشون ساطع بکنن و آروم آروم در اثر سر تشعشع سرد بشن تا در نهایت به یک توده کربن سیاه یا یک کوتوله سیاه تبدیل بشن ولی حدود دو سوم ستاره کهکشان ما تک و تنها نیستن یعنی در منظومه‌های های دوتایی و چندتایی دارن دور همدیگه میچرخند توی این سیستم های ستاره های دوتایی و چند تایی جرم ستاره ها ممکنه متفاوت باشه بنابراین هر کدوم در یک مرحله از عمرشون باشن مثلا یکیشون ممکنه به کتوله سفید تبدیل شده باشه و یکیشون توی مرحله قول قرمز باشه اگه اینطور باشه و فاصله اون دو ستاره از هم کم باشه جاذبه اون کوتوله سفید میتونه لایه های خارجی اون قول قرمز رو به سمت خودش جذب کنه و این گازها به صورت مارپیچ در میان و به سمت اون ستاره جذب میشن و یک دیسک برافزایشی تشکیل میدن دیسک برافزایشی برخلاف اسمش خیلی پدیده ساده این گازها که دارن دور ستاره میچرخن یک صفحه رو تشکیل میدن مثل آبی که داره داخل چاه میشه همینجوری سرعتشون زیاد میشه و به سمت اون مرکز جذب میشن سیاه چاله هم این دیسک برفسایشی رو داشتن توی سیاه خب این مواد همینجوری میچرخن و در نهایت وارد سیاه چاله میشن ولی توی کوتوله سفید خب این مواد همینجور که به کوتوله سفید نزدیک میشن هی فشرده و فشرده تر میشن تا در نهایت این حد از فشردگی میتونه به جایی برسه که باعث آغاز یک واکنش هسته‌ای و یک انفجار هسته‌ای بشه این با ابر نوع یک آ که, که قبلا توضیح دادم فرق میکنه در اینجا صرفا یک انفجار هسته در سطح ستاره اتفاق میفته و لایه های سطحی ستاره رو تو فضا پخش میکنه ولی توی حالت ابر کل ستاره اونقدر فشرده میشه که دچار انفجار ابر میشه و کل ستاره رو متلاشی میکنه و در نهایت به یک ستاره نوترونی تبدیل میشه این انفجار که مقدار زیادی از اون موادی که جذب سطح این کوتوله سفید شده بودن رو به فضا پخش میکنه باعث نورانی شدن اون ستاره میشه که در آسمان ممکنه به صورت یک ستاره جدید دیده بشه که برای همین بهش نواختر یا نووا میگن نور این نواخترها مرحله کمتر از اون ابر نواخترهایی بود که در اثر انفجار ستاره های خیلی پرجن به وجود می برای همینم اون ابر یا اون سوپر رو نداره نور این نواخترها حدود یک هفته زیاده و بعد دوباره کاهش پیدا میکنه و توی برخی از این نواخترها اون ستاره دوباره شروع میکنه اون گازها و مواد ستاره همسایه خودش رو به سمت خودش جذب کردن و این فرایند دوباره تکرار میشه تا اینکه به اون جرم بحرانی برسه و دوباره منفجر بشه به این نوع از نواخترها نواخترهای بازگشتی میگن که در یک دور تناوب مشخص نور اونها افزایش پیدا میکنه. از این نواخترها حدود ده تا شناسایی کردن که اکثرشون در اوج نورانی بودن باز با چشم معمولی دیده نمیشن. ولی تنها یکی از این نواخترها در زمان انفجار با چشم غیرمسلح قابل رویته. نواختری به اسم تی تاج شمالی یا تی کورونا بوریولیس که اولین بار در سال 1866 مشخصا مشاهده شد و تخمین زدن دوره های انفجار این ستاره 80 ساله است. این ستاره در حالت عادی فقط با دوربین و تلسکوپ قابل رویته و فقط در زمان انفجارشه که میشه با چشم غیر اون رو دید و به صورت یک ستاره جدید توی آسمون ظاهر میشه با بررسیهایی که در متون تاریخی کردن دیدن که در سال 1217 و 1787 گزارش شده که یک ستاره جدید توی آسمون در هلوهوش حوالی همین محل ستاره مورد نظر دیده شده که بنابراین حد میزنن در واقع دفعات قبل انفجار همین ستاره بوده آخرین باری که انفجار این ستاره پیش بینی میشه و طبق پیش بینی مشاهده میشه مربوط به سال 1946 و جالب اینجاست که در سال 1938 یعنی 8 سال قبل از اون انفجار اخیر فعالیت این ستاره افزایش پیدا میکنه و مقدار نورش و امواج ایکسی که از خودش ساطع میکنه یه ذره افزایش پیدا میکنه و در نهایت در سال 1945 یعنی حدود 9 تا ماه قبل از اون انفجارش یک مقدار نورش کاهش پیدا میکنه در سال 2016 یعنی 8 سال قبل از امسال فعالیت این ستاره دقیقا مشابه سال 1938 افزایش پیدا کرد و پارسال یعنی سال 2003 نورش مقداری کاهش پیدا کرد دقیقا مطابق کاهش نوری که در سال 1945 داشت بنابراین به احتمال خیلی قوی ما امسال شاهد انفجار ستاره خواهیم بود البته پیش بینی اولیه مربوط به ژانویه سال 2024 میشد یعنی دی ماه 1402 که خب حالا اتفاق نیفتاده و مشکلی هم نیست چون این پیش بینی ها معمولا یک خطای هفت ماه مثبت منفی هفت ماه داره و الان طبق آخرین بررسیایی که کردن حد میزنن که از الان تا شهری ماه این ستاره قطعا منفجر خواهد شد البته با توجه به فاصله حدودا 2600 سال نوری این ستاره از ما این انفجاری که شاهدش خواهیم بود یکی از هزاران انفجاریه که 2600 سال پیش برای این ستاره اتفاق افتاده و تازه نورش داره به ما میرسه این ستاره اگه منفجر بشه روشنش به قدر دو میرسه اگه آشنا باشید با این واحد قد میدونید که مقدار روشنایی زیادیه تقریبا به اندازه روشنه ستاره قطبیه پرنوتنی ستاره شب نمیشه ولی بالاخره ستاره خیلی پرندوری میشه که به راحتی قابل تشخیصه همونطور که گفتم از این نوع اخترها حدود 9 تای دیگه هم داریم که همین یکی دو سال گذشته یکی دو تاشون اتفاق افتادن و چون اونها دقیقا طبق پیش بینی ها اتفاق افتادن بنابراین حدس خیلی قوی زده میشه که این یکی هم حتما اتفاق خواهد افتاد این پدیده برای دانشمندان خیلی اهمیت داره چون هنوز ناشناخته های زیادی در مورد این پدیده وجود داره یکی از مهمترین ناشون اینه که چرا اینقدر تعداد این نوع بازگشتی کمه با توجه به تعداد خیلی زیاده کوتولهای سفیدی که توی کهکشان ما وجود داره ولی ما حدود 10 تا از این نواخترهای بازگشتی رو تونستیم ببینیم شاید یه دلیلش این باشه که دوره تناوب خیلی اشون بیشتر از طول عمر کل بشره و ما نمیتونیم دو تا انفجار متناوب پشت سر هم رو ببینیم ولی خب حتی با این وجود هم باز باید تعداد اونهایی که دور تناوباشون کمه خیلی بیشتر از این حرفا باشه از اون طرف ناشناخته های زیادی در مورد همین سیستم ستاره که این انفجار داره توش اتفاق میفته هم وجود داره اینا دو تا ستاره هن که در فاصله تقریبا نصف فاصله زمین تا خورشید دارن دور همدیگه میچرخن و مثلا یکی از معجولاتی که در موردش وجود داره اینه که چرا مقدار اکسیژن موجود توی این سیستم ستاره اینقدر کمه اگه این اتفاق بیفته چون به مدت چند روز بیشتر نورش قابل رویت نخواهد بود بنابراین باید گوش به زنگ باشید تا به محض اینکه خبرش در آمد برید و اون رو رسد کنید این اتفاق از همین امشب ممکنه بیفته تا حد اکثر شهریور همین 1403 این اتفاق اگه هم به احتمال خیلی خیلی ضعیف نیفته با اینکه برای عموم مردم ممکنه نامید کننده باشه ولی چون اتفاق نیفتادنش خودش یک معمای خیلی بزرگه برای منجمان هیجان خیلی زیادی خواهد داشت این ستاره در یک گوشه از صورتفلکی تاج یا اکلیل شمالیه که البته زمان دقیق طول و غروبش در فصلهای مختلف فرق داره ولی توی بهار تقریبا نه شب از سمت شمال شرقی طول و میکنه و تقریبا تمام شب و توی آسمون هست از وسط تابستون به بعد دیگه اوایل شب توی نیمه شرق آسمون نیست بیشتر تو نیمه غربیه و تا حدود ده و یازه شب دیگه غروب میکنه با این نرم افزارهای شبیه‌ساز آسمون برای موبایل و کامپیوتر میتونید به راحتی پیداش کنید توی این نرم به اسم TCRB ثبت شده زمانی که خبرش در بیاد حتما یه ویدیو کوتاه میسازم و روش دقیق پیدا کردنش رو بهتون میگم بیا یه مسابقه پیش هم بذاریم هر کسی اون زمانی که فکر میکنه این اتفاق بیفته رو توی کامنت ها بنویسه حالا چون این اتفاق در طی یک هفته میفته اگه اون زمانی که گفتی توی این یک هفته بود قبوله ولی اون کسی برنده ویژه است که زمانی که پیش بینی کرد دقیقا زمان شروع اون انفجار باشه فعلا فکرشو نکردم که به کسی یا کسایی که درست پیش بینی کردن دقیقا چه هدیه‌ای بدم ولی حتما یه هدیه نجومی خوب براشون در نظر میگیرم خودم پیش بینیم اول تیره خیلی جالب میشه که همزمان با انقلاب تابستونی این اتفاقم قابل رویت بشه منتظر نظرات و پیشبینیاتون هستم تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.